الماس زاهد توسط امارت اسلامی گرفتار شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی رئیس محمد، الماس زاهد توسط امارت اسلامی گرفتار شد. الماس زاهد مشاور اشرف غنی در کابل توسط طالبان دستگیر شده است. امید است که عاقبتش به مثل قیصاری، خواجه نبی و اللاگل مجاهد نشود. در همین حال، به نقل از صفحه رسمی خبرگزاری افاق، خروج از افغانستان، روسیه میگوید امریکا مصمم به ترک منطقه نیست. شورای امنیت روسیه اعلام کرد که ایالات متحده با وجود ادعای ترک منطقه و دنبال حفظ پایگاه‌های خود در غرب آسیا و کشورهای همسایه افغانستان است. یورو کوکوف معاون شورای امنیت ملی روسیه میگوید که با این اقدام آمریکا تهدیدهای از نظر ژئوپلیتیکی برای روسیه وجود دارد. با گفته او این تهدیدها ناشی از جاه‌طلبی‌های آمریکا در منطقه است. او افزوده است آمریکا غرب آسیا را ترک نکرده. برعکس و بهانه مقابله با گروه‌های تروریستی آنها به دنبال کسب جایگاه در کشورهای همسایه افغانستان و ایجاد پایگاه‌های برای هواپیمای بدون سرنشین خود و مراکز آموزشی برای آموزش پرسنل نظامی محلی و خدمات ویژه هستند. این مقام روز گفته است در اصل این به معنای نزدیک کردن زیر ساختهای ناتو به مرزهای روسیه است. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سقوط افغانستان به دست طالبان، مقامهای آمریکایی چندین بار با روسیه درباره ایجاد پایگاه نظامی در آسیای میانه صحبت کرده اند تا به گفته این مقامها با تروریسم مبارزه صورت گیرد. در همین حال، اخراج 8 دیپلمات روسی از ناتو به اتهام جاسوسی برای مسکو. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد 8 نماینده روسیه در این سازمان را به اتهام جاسوسی برای مسکو اخراج کرده است. یک مقام ناتو روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه تایید کرده که اعتبارنامه 8 عضو نمایندگی روسیه در ناتو تعلیق شده است، زیرا این افراد افسران اطلاعاتی اعلام نشده بودند. این مقام ارشد ناتو که نخواست نامش فاش شود در عین حال تایید کرد که با تصمیم جدید این سازمان تعداد نمایندگان روسیه در ناتو از 20 به 10 نفر کاهش می‌یابد. او در ادامه در خصوص سیاست ناتو در قبال روسیه گفت: سیاست ما در قبال روسیه ثابت است. ما توان باز دارندگی و دفاع خود را در واکنش به اقدامات تجاوزکارانه روسیه تقویت کرده ایم. در عین حال برای گفتگوی معنادار نیز مشکلی نداریم. تصمیم برای به نصف رساندن نمایندگان روسیه در پایان ماه جاری میلادی اجرایی می شود و تصور می شود که این تصمیم از سوی 30 کشور عضو ناتو تایید شده است. یکی دیگر از مقامهای ناتو به خبرگزاری فرانسه گفته است که ناتو و روسیه بستر مهمی برای گفتگو دارند و این سازمان بر پیشنهاد اوایل سال گذشته خود در خصوص برگزاری نشست دیگری با روسیه تاکید دارد.
روابط میان ناتو و روسیه در سالهای اخیر به طور فزاینده تیره شده و مذاکرات رسمی میان دو طرف طی سالهای اخیر محدودتر از قبل شده است. در همین حال، سازمان ملل می گوید معاش کارمندان صحی افغانستان را می پردازد. رسانه های امریکایی گزارش دادند که قرار است معاشات هزاران کارمندان صحی افغانستان از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد پرداخت کند. روزنامه واشنگتن پوست روز چهارشنبه 14 میزان گزارش داده که قرار است برنامه انکشافی ملل متحد در هفته جاری معاشات حداقل 25 هزار دکتر، پرستار و سایر کارمندان صحی، هزاران شفاخانه و کلینیک در افغانستان را بپردازد. رئیس بخش آسیا و اقیانوس آرام برنامه انکشافی ملل متحد به واشنگتن پوست گفته است که این برنامه 15 میلیون دلار دریافت کرده تا در ماه اکتبر معاشات کارمندان صحی را در افغانستان بپردازد. با گفته او این پول به حساب بانکی برنامه انکشافی ملل متحد به یکی از بانک های تجارتی در افغانستان انتقال داده می شود و طالبان به آن دسترسی نخواهند داشت. او تصریح کرده که این کار تنها یک اقدام موقتی و آزمایشی است و ابراز امیدواری کرد که پس از ماه اکتبر و در صورت نیاز سایر سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی صحت، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز ممکن است برای پرداخت معاشات کارمندان صحی در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی اقدام کنند. خانم وگناراجا در عین حال هشدار داد که در صورت عدم پرداخت معاشات کارمندان خطر فروپاشی نظام صحی این کشور وجود دارد. در کنار عدم پرداخت معاشات، کارمندان صحی نبود دارو نیز نظام صحی افغانستان را در خطر فروپاشی قرار داده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. حتی حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.